بنیاد جهانی آیت الله العظما صادق شیرازی از مراکز مرتبط با دفتر بزرگ مرجع جهان تشیع آیت الله العظما صادق حسینی شیرازی دامزلو در جدیدترین بیانیه خود به اصلاح وضعیت و بهبود سطح زندان‌های خاورمیانه دعوت کرد همکارم فاطمه موسوی گزارش می‌دهد ای فرزندم به اسیری که در دست توست ارفاق کن و رحم کن و با او به نیکویی برخورد کن و بر او دل سوزی کن بنیاد جهانی آیت الله العظما سید صادق شیرازی بیانیه اخیر خود که درباره وضعیت زندانهای خاورمیانه است را با این وصیت امیرالمؤمنین علی علیه السلام آغاز کرد این بیانیه افسود شریعت اسلامی سنت نبوی و تعالیم ائمه اطهار علیهم السلام با تکیه بر اصول و پایه انسانی و اجتماعی به اهمیت دادن بسیار به زندانیان و تأمین حقوق شرعی و قانونی آنها تأکید ویژه‌ای دارند و این حقوق قابل پایمال شدن نیست. این بنیاد همچنین در بیانیه خود آورده رسول خدا و ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین روایت های زیادی در این مورد بیان کردند از جمله این که شریعت اسلامی حکام را به حفظ کرامت زندانی و بزرگ بودن فضای زندان و خوب بودن غذای زندانی و تأمین لباس زندانیان دعوت کرده است اما آنچه که تأسف است این است که بیشتر حکام اسلامی به این توصیه ها و تعالیم بی توجهی کردند و تن به آن نمی دهند و آنطور که باید و شاید عمل نمی کنند و در نتیجه وضعیت زندان ها در این کشورها بسیار اصفناک است و زندانیان با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم می کنند. در ادامه بیانیه بنیاد جهانی آیت الله العظما سید صادق شیرازی آمده گزارش های حقوقی نشان دهنده وضعیت بد و ناامید کننده زندان ها در کشورهای خاورمیانه است به طوری که زندان ها را از یک نهاد اصلاح کننده به سازمانی برای قتل، ذلت، انحراف فکری، عقیدتی و اخلاقی تبدیل کرده است. بررسی ها نشان می دهد که بسیاری از افراد تروریست به دلیل بدرفتاری های صورت گرفته با آنها در زندان‌ها به این راه کشیده شدند. این بنیاد در پایان به کشورهای خاورمیانه و حکومتهایشان نسبت به این موضوع مهم و خطرناک هشدار داده و بر توجه جدی به وضعیت زندانها و زندانیان و رفتار و برخورد و تعامل با آنها بر اساس اصول اسلامی و قوانین بین المللی تاکید می کند. لازم به ذکر است برخی گزارش های بین المللی منتشر شده درباره وضعیت زندانها و زندانیان در ایران نیز نشان دهنده وضعیت نامطلوب آنهاست فاطمه موسوی اخبار شیعه